وقتی که مردم عراق به پا میخیزند و آیت الله سیستانی اونجاست که اگر ما بر این باور باشیم که آیت الله سیستانی یکی از مراجع تقلید هست که میگه من وارد سیاستم نمیشم و نمیخوام مسائل سیاسی عنوان بکنم، ولی سکوت محض میکنه در این شکل و برابر حکومت شیطانی اونجوری که باید و شاید شمشیر از رو نیبنده و توضیحات واقعیت رو بده، به خاطر اینکه اونم صاحب داره، بدونید اون هم صاحب داره، صاحبانش همین افراد هستن. و اگر زیادی صحبت بکنه، اگر با طرح‌های سلاطین در برخورد باشه، تقاطع پیدا بکنه، حذفش میکنن، خودش هم میدونه. همونطور که امام موسی صدر رو حذف کردن در صحبت‌ها با میتونم بگم افشاگری مسعود مولوی در رابطه با بازداشتگاه تویی توضیح داد که امام موسی صدر رو دزدیدن اونجا، بردن قرارش دادن، نه فقط امام موسی صدر رو، خیلی از کسای دیگر رو، و در نهایت اون شخص مرد. چرا؟ به دلیل اینکه در تعارض بود با تصمیماتی که جهان گرفته بود برای به قدرت رسوندن خمینی و به وجود آوردن این طرح و برنامه در ایران و بعد سایر منطقه، که میتونه هزاران میلیارد دلار رو به جیب کشورهای اروپایی و آمریکا و صاحب این نقشه برسونه. خب احترام بهش گذاشتن، نکشتنش، ولی در بدترین جاها نگهش داشتن که در نهایت خبرش رو مسعود مولویه که میده، که با دوربین هایی که در بازداشتگاه توحید که 100 نفر حدوداً درش هستن، و این 100 نفر که تعداد ایرانی، اسرائیلی، آمریکایی، القاعده‌ای صحبت درش میشد، حضور دارند و خود کسانی هم که دارن نگهبانی میدن نمیدونن این داستان از کجا آب میخوره و تو این بازداشتگاه چه کسانی هستن. بسیار بازداشتگاه مخوف، قسمت عمومی داره و قسمت انفرادی. مسعود مولوی بیهوده نیست، با 11 تیر تکه پارش میکنن. بخشای دیگه ای رو از صحبتهای مسعود مولوی که یکی از شخصیتهای برجسته امنیتی این نظام بوده، نه به این شکلی که خودش امنیتی باشه، ولی کسی بوده که نظارگر واقعیات بوده، تمام قسمتهای سایبری و دوربینها در اختیارش بوده و این مشاهده میکرده که این حکومت چه جنایاتی داره انجام میده و در تقاطع قرار می گرفت با دانش و علمی که یک بچه در زندگی آموخته. کسی که رفته به دنبال صنعت، علم، دانش، اوایل نگاهی میکنه، متوجه نمیشه، درست که نگاه میکنه اینا همش دارن جنایت میکنن با نام خدا، پیغمبر، حسین و این گونه مسائل، و در نهایت به قول معروف میزنه بالا و یک روز به زندان میفته، در نهایت کشور ترک میکنه، دست به افشاگری میزنه، افشاگری هایی که صاحبان این حاکمیت رو آزار داد، صاحبان این ولایت فقیه رو آزار داد، تیرباران میشه. گفتن تو هم چنین سرنوشتی در انتظارت، دیر یا زود. گفتم تشریفتون رو بیارید، من با آغوش باز استقبال میکنم و اگر این کار انجام بشه تمام صحبتهایی که انجام دادم سندیت پیدا میکنه. انسان یک روزی به دنیا اومده، یک روزی از دنیا میره، چه بهتر برای آزادی کشورم، برای روشنگری، نه فقط برای مردم امروز، بلکه تنها برنامه‌ای رو که در جنبش فدایان ایران پایگذاری کردم این که کشوری پارلمانی داشته باشیم در آینده، و توضیحات کافی دادم در 3 جلسه، یعنی وصیت‌نامه با نام کشوری پارلمانی که هیچ کس به حقوق مدنی و اقتصادی و زندگیش تجاوز نشه، از زمان تولد تا زمان مرگ. تمام سازمان‌هایی که دارای ایدئولوژی‌های متفاوت هستند، که ساخته دست و پرورنده تمام این کشورها بوده و هستند، که بیشتر اختلاف بندازند، کنار گذاشته میشن و مجبور میشن سجده بکنن برابر ملت ایران. مشکلشون چیه؟ یک نماینده که برای ملت کار بکنن. تمام سازمان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی حرفشون چیه؟ ملت رو بهانه میکنند، تئوری‌های خودشون رو پیاده میکنند، ایدئولوژی‌های خودشون رو جا به جا میسازند. حکومت اسلامی هم این کارو کرد، به خدا وصل کرد خودش رو، به پیغمبر، به حسین و علی، به زینب، دو طفلان مسلم، عباس،
علمدار، جهانگیر و جهاندار و سپهدار، اون شعارهایی که میدادن، نوح خونیایی که میکردند، ولی در کنارش داشتن سر میبریدن، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان. دیگه دستشون رو شد برای ملت ایران، دیگه مجبور شدن در ملأ عام بچه های ایران رو تکه پاره بکنن. سازمان ها، گروه ها، نهاد ها هم همین برنامه رو داشته و دارند. این نه توهین نه چیزه، این افشاگری در رابطه با واقعیتیست برای آینده فرزندانم در اون کشور، که گول بازی های سیاسی رو نخورید، فقط بچسبید به مدنیت، فقط بچسبید به حقوق انسانی، فقط بچسبید به حق طبیعی انسان. حق طبیعی انسان رنگ و بو نداره، شکل و شمایل خاصی هم نداره، ولی وقتی رنگین کمانی از سازمان ها و نهادها و گروه ها و مذاهب و هر چقدر اینا رو که اضافه میکنند، بیشتر میخوان بپیچوننت، گیجت بکنن، و وقتی که گیج میشی جیبتو میزنن، وقتی که دوچار احساساتت میکنند کلا سرت میذارند، وقتی که اشکتو در میارن سرتو میبرن، چون اعتقاد داشته و دارن میخوای سر یکی ببری حداقل یه آبی بهش بده بخور بعدن سرشو ببر. تضادها رو دارم میگم، ببینید چگونه است و کجاست.